بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عرض سلام دارا و ادب و احترام خدمت همه شما دوستداران قرآن کریم در برنامه های گذشته شما در بررسی قواعد روحانی قرآن کریم به حرکت های کوتاه فتح کسره و زمه اشاره کردیم همینطور به نحوه قرائت حروفی که علامت ساکن دارن و یا علامت تشدید دارن و گفتیم که ساکن همیشه با آخرین حرکت ما قبل خوانده میشه و تشدید هم که نوعی از ساکن هست به علاوه یک حرف دیگر حرکت دار هر علامتی که هر حرفی که شما دیدی علامت تشدید روی اون هست یک بار به کمک آخرین حرکت ما قبل خوانده خواهد شد آن حرف یک بار با حرکتی که خودش داره حال یا فتحه یا کسره و یا زمه علاوه این همچنین اشاره کردیم به حرکات کشیده ما حرکات کوتاهی داریم به نام فتحه کسره و زمه ا ا او در مقابل حرکات کشیده ای داریم آ ای او که اینها هم در اصل همون فتحه کسره و یا زمه هستند اما با این تفاوت که بعد از فتح کسره و یا زمه حرفی قرار میگیره که هم خود اونها هست البته حرفی که حرکت نداره اون حرف خودش خونده نمیشه اما کاری که میکنه تقویت میکنه حرکت فتح یا کسره یا زمه قبل خودش رو و اون حرکت کش پیدا میکنه تقویت میشه ما درباره حرکت کشیده آ در برنامه گذشته با همراه شما عزیزان صحبت کردیم امروز میخوایم درباره حرکت کشیده ای و او صحبت کنیم اما قبل از اینکه به حرکت کشیده ای و یا او بپردازیم مناسب هست تا به همراه شما عزیزان سروران مروری داشته باشیم بر حرکت کشیده آ که در برنامه گذشته بهش اشاره شد تصویر رو با هم داشته باشیم این حرکت کشیده ای آ شکل قرائتش هست مثالهاش این بود هرگاه حرفی فتحه داشته باشه هر کدوم از حروف الف بای عربی که باشه همه حروف در این جدول هستن هر هرگاه این حروف فتحه بگیرن و بعد آن الف بیاد آن وقت صدای ای که فتحه داره به خاطر آمدن الف تقویت میشه و به آ تبدیل میشه ما تلفظ میکنیم اونها رو با صدای آ مثل با دیگه نمیگیم با با تا سا جا ها خا دا ذا را زا سا شا سا ضا طا ضا عا، غا فا قا كا لا ما نا با ها با یا اینها صدای کشیده آ بودن وقتی فتحه روی حرفی قرار میگیره حرفی فتحه داره و بعد از فتحه صدای حرکت الف میاد بعد از فتحه حرف الف میاد و اون موقع ما فتحه رو با صدای آ میخوانیم تقویت میشه این صدا کشیده میشه شبیه همین اتفاق در کسره و زمه هم میفته همونطور که در فتحه وقتی که فتحه بعد از فتحه حرف الف میاد صدای آ میگیره و اون حرفی که فتحه داره با صدای آ خوانده میشه اگر بعد از کسره یا آمد حرف یا که هم جنس کسره است ا و ی نزدیک هم هستن اون موقع کسره هم تقویت میشه دیگه کسره ا نمیشه میشه ای هر وقت بعد از کسره هر حرفی که کسره ای داره بعد از این کسره یک یا میاد اون یا حرکت نداره اون موقع این کسره تقویت میشه صدای ا میشه ای کش میاد تقویت میشه چون حرف ما بعدش هم جنسش هست کش پیدا میکنه و تقویت میشه به شرط این که حرف ما حرکتی از خودش نداشته باشه این اتفاق در کسره میفته این همین اتفاق هم در زمه میفته وقتی که بعد از زمه حرف واو باشه که هم جنس زمه است اون موقع صدای اوی زمه تبدیل میشه به او کشیده میشه وقتی حرفی زمه داره و بعد از اون واوی میاد که اون واو از خودش حرکتی نداره اون موقع اون زمه با صدای او خوانده میشه که ما بهش میگیم صدای کشیده او بریم سراغ تصاویر تا بهتر متوجه بشیم که این حکایت چگونه است صدای کشیده ای و او رو ما اینجا داریم بریم سراغ مثالهاش هاش صدای ای به این شکل هست کرگا حرفی کسره داشته باشه و بعدش یه بیاد همه این مثال ها الان حروف عربی هستن که خودشون کسره دارن بعد از اونها یه آمده حرف ی الف وقتی کسره داره میشه ا به تنهایی الف با کسره خودش به تنهایی میشه ا اما وقتی که ی میاد بعد او دیگه نمیشه ا دیگه خونه میشه ای ای ببینیم ا شد ای چرا؟ چون یه آمد این یه خودش خوانده نمیشه اما در نحوه قرائت کسری ما تاثیر گذاشت او رو تقویت کرد او رو تقویت کرد کش داد مثل فتح وقتی که بعدش الف می آمد فتح تبدیل به آمی شد اگر کسره هم بعدش یا آمد تبدیل به ای میشه به به تنهایی میشد به اما انجا که چون یا آمد بعد از حرف با و کسره هم داره به کسره و یا هم جنسن تقویت میشه کسره کش میاد میشه بی نمیشه ب میشه بی تی سی جی هی خی دی زی ری زی سی شی سی ضی طی ضی عی غی فی قی کی لی می نی وی هی یی یی این عزیزان روی این بعضی وقت دو تلفظ این مشکل دارن یی دو تا یا هست یک یا کسره داره میشه یه یا به تنهایی با کسره میشه یه اما وقتی یای دیگری برش میاد میشه یی ه به تنهایی میشه ه اما وقتی که یا میاد میشه یی و به تنهایی میشه و و به همراه کسره میشه و اما وقتی برش یا میاد میشه وی همین کار برای نون و میمو بقیه هم است نی به تنها نون میشد نه اما وقتی یا میاد میشه نی می می نی وی این رو عزیزان دقت کنید که خلاصه این حرکت و یا صدای کشیده ای قانونش این هست که شما هرگاه هر وقت حرفی کسره داشت بعد از کسره یا آمد یایی که حرکت نداره از خودش اون حرفی که کسره داره دیگه با صدای ای خوانده نمیشه با صدای ای خوانده میشه میشه مثلا در ب میشه بی در ز میشه زی در ت میشه تی در د ل میشه لی بریم به سراغ مثال بعد این مثال صدای کشیده ای بود اما مثال هایی که برای صدای او میاد حالا ما گفتیم که بعد از فتح اگر الف آمد صدای آ میگیره آن حرف میشه آ با صدای آ خوانده میشه بعد از کسره اگر یا آمد آن حرفی که کسره داره با صدای ای خوانده میشه اگر بعد از حرفی که زمه داره بعد از حرکت زمه واو آمد حرف واب وابی که خوانده نمیشه خودش حرکتی نداره از خود آن وقت آن حرفی که زمه داره به جای اینکه با صدای او خوانده بشه چون گفتیم هر حرفی که زمه داره با صدای او خوانده میشه اینجا اگر واو بعدش آمد و خوانده نمیشد دیگه صدای او نمیشه میشه صدای او او کش پیدا میکنه و باید مقداری بکشید همونطوری که بار بارها تاکید کردیم که در فتحه کسره و یا زمه صدای ا ا, ا و یا او نباید بشه آ ای و او نباید کش پیدا بکنه فقط ا ا او در جاهایی که باید کش پیدا بکنم نباید فتح و کسر و زمه فقط تلفظ بشه باید مشخص بشه که اینجا کشیده هست وقتی بعد از فتح الف میاد باید کشیده بشه آ بعد از کسر وقتی که یا میاد باید کشیده بشه ای بعد از زمه وقتی واو میاد باید کشیده بشه بشه او مثالاشو با هم ببینیم الان مثلا این حروف الف با عربی همشون زمه دارن از الف تا یا همه اینها زمه دارن به تنهایی میشد او بو تو سو بدون واو البته الان بعد از زمه واو آمده دیگه الف با زمه که تنها میشد او دیگر نمیشه او واو آمده میشه او تقویت میشه میشه او کش پیدا میکنه صدا بو تو سو جو حو خو دو زو رو زو سو شو سو و، تو دو او غو فو کو کو لو مو ببینیم اینجا مثلا خط آخر رو بیشتر رو صحبت کنیم کاف به تنهایی میشد کو وقتی واو اومد میشه کو ببینیم تفاوت بین زمه و صدای کشیده او در چی هست کاف به تنهایی میشد کو اما چون واو آمد میشه کو فرق بین کو 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 متوجه بشن عزیزان که این فرق بین زمه و صدای کشیده او هست بیشتر کشیده میشه لام به تنهایی میشد لو اگر لام بعدش واو نمی بود این لام زمه دار میشد لو اما الان میشه لو میم همینطور به تنهایی میشد مو اما واو تقویت میکنه او رو میشه مو نون به تنهایی میشد نو اما واو او رو تقویت میکنه میشه نو واو همینطور به تنهایی میشد و اما واو بعدیش میشه وو 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 ه به تنهایی میشد هو اما با واو میشه هو یا به تنهایی میشد یو اما با واوش میشه یو این هم از صدای کشیده او پس خلاصه صحبت تا اینجا اینه که ما همونطور که صداهای کوتاهی داریم ا که فتحه است ا که کسره هست و او که زمه هست صداهای کشیده ای هم داریم که همین فتحه و کسره و زمه بعضی وقتها کشیده میشن بیشتر از حد ممکنش اون موقع چه موقعی است وقتی که بعد از فتح کسر و یا زمه حرف بعدشون هم جنس اونهاست و حرکتی هم نداره بعد از فتح الف میاد اون موقع میشه آ بعد از کسره وقتی یا میاد اون موقع میشه ای بعد از زمه وقتی واو میاد اون موقع میشه او اینها رو میگیم صدای کشیده آ ای و او فتح بعدش الف کسر بعدش یا زمه بعدش وا بریم به سراغ مثال های بیشتر تا در تمرین بهتر جا بیفته که چگونه خوانده میشه تمرین اولمون رو شروع میکنیم در این مثال اول یس yes. فته یه فته داره به تنهایی میشه یس yes. یا yeah. سین هم ساکن هست نیاز داره به کمک فته ما یس یس تا واف کسره داره به تنهایی میشد و اما بعد از کسره یا آمده یه حرف یه همجنس کسر است. اینجا کسر تقویت میشه دیگه نمیشه و میشه وی وی یست وی یست وی یست وی یست وی یست وی, وی. ببینیم اینجا الان صدای کشیده ای داره مثال بعد اینجا این کسر داره میشه اه. با فتحه داره میشه ب اما الف بعدش بعد از فتحه الف آمد گفتیم بعد از فتحه وقتی الف آمد چون الف هم جنس فتحه است و خود این الف می شرکتی نداره الان این فتحه تقویت میشه صدای آ میگیره دیگه نمیشه ب میشه با ای با با دال کسره داره میشه د اما چون بعدش یا آمده و هم جنس دال است میشه چی؟ دی عیبا دی عیبا دی عیبا دی. دی اینجا صدای کشیده آ و اینجا صدای کشیده ای داریم عیبه دی در عربی یا غالبا با دو تا نقطه نوشته میشه در فارسی ما نقطهش رو نمی نویسیم و اینجا هم نقطه می مناسب تر بود مثال بعد یکو یا پته داره کاف زمه داره میشه کو اما چون بعد از زمه واو آمده و واو حرکت نداره این واو این زمه رو تقویت میکنه دیگه نمیشه یک کو میشه یکو کو کو یک مقداری حرکت مال خود کافه زمهش کو یک مقداری هم صدای گویی واو بعدشه میشه کو یکو نو یکونو نو, یکو نو. یکونو بریم به سراغ مثال بعد کسره بعدش را ار میچسبه به را چون ساکن را ج ار ج ار ج این کسره داره ا اما یا بعدش سبب میشه تا این کسره تقویت بشه کش پیدا میکنه کسره دیگه نمیشه ا میشه ای ار ای ارجعی, ارجعی 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 بریم سراغ بعدی مثال بعد ساد ضمه داره زمه رو گفتیم با صدای او خانه میشه سو دال هم زمه داره میشه دو اما بعد از زمه باب آمده بعد از زمه حرف هم جنسش آمده صدای او میگیره. دیگه نمیشه دو میشه دو سدو دو دو ر سو دو ره. سودو ره. سودو ره. سودو ره. مثال بعد دو ه زمه بعدش واب صدای او میگره دو ره ر ره ر یا قو زمه بعدش واب آمده صدای او میگره نمیشه قو میشه قو یا قو لو یا قو لو لام رو میگیم لو اما قاف رو نمیگیم قو میگیم قو چون بعد از قاف زمه واو آمده اما بعد از زمه لام واوی نیامده که لام رو بکشیم قو لو یو یه به تنهایی میشد یو اما بعدش واو آمد میشه یو یو ف به تنهایی میشد فو اما چون واو آمد میشه فو یو فو یو فو نه یو فو نه یو نه, نه. دقت کنیم عزیزان اینجا دو تا صدای کشیده او داریم یکی یا بعدش زم آمده یکی ف یا زمه دار بعدش واو آمده و ف زمه دار بعدش هم واو آمده هر دو تا کشیده میشن هم یا هم فا یو فو نه یو فو نه مثال بعد خط بعدی قاف زمه داره قو لام زمه داره لو اما بعد از زمه لام باب آمده به با همین خاطر لام دیگه نمیشه لو میشه لو قلو بو هم هم میچسبه به چون ساکن با آخرین حرکت ما قبل میشه هم قلو بو هم قلو بو هم مثال بعد ه فتحه میشه ه دار کسره داره میشه د اما اینجا چون این علامت این یا اینجا ساکن هست غالبا این ساکن نوشته نمیشه این ساکن غالبا نوشته نمیشه ه دی اصلا کلا ساکن حرکتی نیست چون حرکتی نداره غالبا اینو نمی ساکن رو در مصحف اسما ه دی 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 دال ساکن یا هیچ حرکتی نداره ساکنه دال کسره داره دی دی کش میاد گویی که این کسی میچسبه بیا دی هدی سو مثال بعد رو سو لی لام کسته داره بعدش یا میای بی حرکت لام صدای کسته صدای ای میگیره لی رو سو لی مثال بعد یو ری را کسره داره بعدش یا آمده ری یوری دو یوری دو یوریدو یوریدو بریم به سراغ مثال های بعدی موسیبتن. موسی باتون، مو سی مو سی رو در درس بعد ان شاء به تفصیل صحبت خواهیم کرد مو سی س کسره داره بعدش یا آمده سی موسی مصیبتون ب قا می کسر بعدش یا صدای ای میگیره می مي. بقا می ب قا می ب قا می سی صاد هم همینطور بعدش یا آمده کسر داره بعدش یا صدای ای میگیره اینجا میم بعدش یا صدای ای گرفت و صاد هم بعدش یا صدای ای میگیره ب قامی می سی ب قا می سی اق لعی اق اقلع. ل عی اق ل عی ابا فتح بعد شرف صدای آ میگیره ابا بی بی قبل بعدش کسره ب مکسور بعدش یا ب کسره داره بعدش یا صدای ای میگیره ابا بی لا ابا بی لا خط بعدی فتح بعد شرف اومده صدای آ میگیره ک لام زمه داره بعدش واو آمده صدای او میگیره لو ک لو هم ک لو هم لو هم ذک زمین چه به کافتون ساکنه ساکن با حرکت ما قبل میشه کسری زال ذک ری ری کسره داره بعدش یا صدای ای میگیره ری ذک ری ذک ری ف مو لا فتح بعدش الف علف, علف کوتاه صدای آ لا فمولا فمولا ق بعدش یا آمده فمولا قی قی فمولا قی این کس ساکن مالیا هست فمولا کسر مال قاف ساکن ها فمولا قیه فمولا قیه ف مثال بعد قاف زمه داره بعدش واو صدای او قو لام کسره داره بعدش یا صدای ای قاف زمه داره بعدش واو صدای او میگیره قو فقو لام کسره داره بعدش یا آمده صدای ای میگیره لی فقولی لی فقو لی مثال بعدی ام لی ام لی مثال بعد رنی ارنی سا فتح بعد شرف صدای آ سا زمه بعدش باب صدای او هو سا هونه سا هونه. کاف بعد شرف آمده فتح داره بعد شرف صدای آ میگره کا ت ب زمه داره بعدش واب آمده این زمه مال با هست کا ت بونه کا ت بونه کا ت بونه اینها مثال های آ ای و او هستن این رو هم به صورت سریع تر این رو به امروش مرور بکنیم پرت بعدش حرف صدای آ را هم بعدش زمه بعدش واو صدای او ها رو تا ها رو تا لمح جو بو نه اینجا هم جیم هم با صدای او میگرن چون بعد زمه واب آمد لمح جو بونا ل مه جو بونا سواله لام بعدش الف لام فته داره بعدش الف صدای آ میگره سواله ت کسره داره بعدش یا صدای ای میگره سواله تی هف الف فته بعدش الف ها ها فضونا ها فضونا یموتونا یموتونا جیم بعدش حرف صدای آ میگیره فتح داره بعدش حرف صدای آ موجه ه دال زمه داره بعدش باب صدای او میگیره دو مجهدون مجهدون حدی کسره دی بعدش یا صدای ای دی هدیده کلی لی لام کسره بعدش یا صدای ای لی کلی مح سنینه مح سنی کسی بعدش یا صده ای محسنی نه اسم فتح بعدش عرب صدای آ اسم این بعدش یا صدای ای عی اسم عیل اسم عین این کسره داره بعدش یا آمده عی نستعینو تقون زمه بعدش باب صدای او میگره ین تقون یا ین تقون این هم مثال های دیگری از کلام الله مجید که حسن خطام این برنامه خواهد بود با هم تکرار میکنیم قد اف لح من نون وقتی کلامت نداری یعنی ساکنه من زک کا بعد شرف آمده فتح کاف بعد شرف آمده صدای آ میگره زکا هی hey, بعد شرف آمده دوباره صدای آ میگیره ها زک کا ها ف ال ها ما ها بعد شرف صدای آ ها ف ال ها فو جیم زمه داره بعدش واو آمده صدای او میگیره جو فو جو فو جو را فت بعد صدای آ ها فجو را و تق و فتحه بعدش الف آمده ببینیم اینجا علف است روی یا آمده یا خوانده نمیشه خودش فتحه بعد شلف و صدای آ میگیره تق و فت دوباره بعد شلف ها تق و ها و قد خواب فت بعد شلف صدای آ خواب. من نون هر جا در قرآن کریم دیدید علامت نداری یعنی ساکنه من دست دست یک بار با دال خوانده میشه تشدید دو بار خوانده میشه یک بار با ماقبل یک بار با حرکت خودش دست سا فته بعدش الف اومد این الف کوتاه بعد سین صدای آ میگیره سا دست سا دوباره ها بعدش حرف صدای آ ها دست سا ها دست سا ها اینها مثال هایی بود که برای شما عزیزان در نظر گرفته بودیم در درس امروزمون و مثال های دیگری هم هست که شاید فرصت اجازه نده و انشاءالله ما در درس های پیش رو با ما همراه خواهید بود حتما انشاءالله به تفصیل بعد از اینکه که قواید اولیه روخانی قرآن کریم رو ما به اتمام برسونیم به صورت عملی تر وارد میشیم به مصحف شریف و از سوره های کوتاه آخر شروع خواهیم کرد و همچنین چند صفحه از ابتدای کلام الله مجید رو و انشاءالله اگر بیننده برنامه خودتون باشید تا پایان در پایان این برنامه ها حتما ان شاء الله به راحتی خواهید توانست که هر صفیه از کلام الله مجید رو که باز بکنید بتونید تلاوت بکنید و با اطمینان مطمئن باشید که درست هم میخوانید چون قواعد رو به صورت اساسی و پایه‌ای یاد گرفته اید ان الله در برنامه بعد همچنین همچنان با شما ان الله عزیزان همراه خواهیم بود در بررسی و بیان قواعد دیگری از آنچه که در روخانی کلام الله مجید با هم نیاز هست که یاد بگیریم و این درس ها رو تمرین داشته باشید حتما عزیزان هر درس رو خوبی تا کامل یاد نگرفتید سراغ درس بعدی نرید و این درس ها رو پیش خودتون بارها و بارها و بارها تکرار بکنید تا به خوبی جا بیفته بعد درس بعدی رو شروع بکنید و اون رو تمرین بکنید تا انشالله بتونیم به راحتی که این مسیر رو به همراه شما عزیزان پیش ببریم تا برنامه بعد همه شما خوب عزیزان و الله متعال می سپارم الله یارم شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله بالقرآن <applause> اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاي أسلمت روحي للإله